آمار جانگداز قربانیان کرونا در 458 شهر کشور از 121600 نفر بیشتر است. رکورد جدید در آمار مهندسی شده رژیم 272 جان باخته در 24 ساعت گذشته و 4533 بیمار وخیم نمکی وزیر بهداشت رژیم پریروز اولین بار تهران بالای 5200 تختش پر شد و این بسیار بسیار نگران کننده است. بیمارستان سینا تخت های آی سی یو صد درصد پر شده و یک تخت خالی نداریم. شاید به اندازه جنگ ایران و عراق کشته داشته باشیم. رئیس سازمان نظام پرستاری بیش از پانصد پرستار تا کنون به کرونا مبتلا شدند که 6000 نفر آنها دیگر نتوانستند به خدمت بازگردند. زالی موج جدید می تواند خیلی هولناکتر، عظیمتر و با دامنه عمیقتر از قبل باشد. فاصله بین پیک ها در حال کوتاه شدن است. دانشگاه پزشکی اصفهان در شبانه روز گذشته یک بیمار کرونایی فوت کردند. دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزایش فوتی ها از 18 نفر به 26 نفر در شبان روز گذشته از روند افزایشی جانباختگان خبر می دهد. خامنه ای امروز در بخبوه فاجعه کرونا صرفاً به چند جمله در مورد وظایف مردم در رعایت ضوابط و وظیفه دولت در مجبور کردن مردم به اجرای ضوابط بسنده کرد. خانم مریم رجبی در حالی که شمار مبتلایان و جان باختگان هر روز رکورد می شکند، خامنه ای با وقاحت و قصاوت توپ را به زمین مردم انداخت. روند افزایش قربانیان کرونا در ایران به هیچ وجه طبیعی و با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. اگر امکانات حکومتی در خدمت پیشگیری و درمان کرونا قرار می گرفت، ابعاد فاجعه بسا محدود تر بود. خامنه ای و روحانی با سیاست انباج تلفات انسانی میخواهند در مقابل قیام و سرنگونی صد ببندند. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر دوشنبه 21 مهر 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 458 شهر از 121600 نفر گذشت. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 4278 نفر، در آذربایجان غربی به 3342 نفر، در البرز به 3323 نفر، در اصفهان به 6269 نفر در تهران به 28971 نفر، در چهارمحال و بختیاری به 927 نفر، در خراسان جنوبی به 899 نفر، در خراسان رضوی به 9155 نفر، در خراسان شمالی به 2114 نفر، در خوزستان به 7793 نفر

در مرکزی به 1640 نفر و در هرمزگان به 1600 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت رژیم در آمار مهندسی شده خود شمار قربانیان در 24 ساعت گذشته را 272 و, و, دو و, دو و شمار بیماران وخیم را 4533 نفر ذکر کرد که از ابتدای شیوع کرونا در هشت ماه گذشته بی سابقه و بالاترین رقم هاست. قاضیزاده قاضی هاشمی نایب رئیس اول مجلس ارتجا در نامه به وزیر آموزش و پرورش نوشت شرایط مدارس تضمین کننده سلامت فرزندان ما نیست. رعایت دستورالعمل های بهداشتی حتی در مناطق برخوردار پایتخت نیز شرایط مناسبی ندارد. روش صحیح عدم بازگشایی مدارس بود و در صورت الزام با نظرات کارشناسان امر باید به سمت آموزش غیر حضوری قدم برداریم. رئیس سازمان نظام پرستاری بیش از 3500 پرستار تا کنون به کرونا مبتلا شدند که 6000 نفر آنها نتوانستند به خدمت بازگردند. جامعه پرستاری تا کنون پنجاه و یک شهید تقدیم راه مبارزه با کرونا کرده. رئیس سازمان نظام پرستاری گفته بیش از سی هزار پرستار هم تا کنون به کرونا مبتلا شدند که شش هزار نفرشون دیگه نتونستن به خدمت برگردن. مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد کرونا گفت تخت خالی برای مبتلایان جدید وجود ندارد. بسیاری از بیماران بدحال نیاز به بستری دارند برای آنها جا وجود ندارد قطعا در صورت تداوم این شرایط میزان مرگ و میرها افزایش مییابد متاسفانه برخی بیماران حتی به بستری شدن هم نمیرسند در تهران نمکی وزیر بهداشت رژیم گفت پریروز اولین روزی بود که تهران بالای 5200 تختش پر شد در پیک های قبلی تا 4700 خورده ای بود این 5200 عدد بسیار, بسیار بسیار برای ما نگران کننده است زالی رئیس ستاد کرونا گفت این اوج گرفتن می تواند خیلی هولناکتر، عظیمتر و با دامنه عمیقتر از موج های قبلی باشد پیش بینی می شود با افزایش تعداد بیماران بدحال تری نسبت به هفته های گذشته روبرو باشیم فاصله بین پیک ها در حال کوتاه شدن است. طالپور رئیس بیمارستان سینا تخت های آی سی او بیمارستان 100 صد درصد پر شده است و حتی یک تخت خالی در بخش کرونا نداریم اما متاسفانه بیماری رو به افزایش است. شاید به اندازه جنگ ایران و عراق کشته کرونا داشته باشیم. در اصفهان بنا به اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی در شبان روز گذشته تست کرونای 1069 نفر مثبت شد. 215 نفر بستری و 34 نفر هم فوت کردند. 53 بیمار حاد تنفسی در کاشان و آران و بیدگل بستری شدند و 7 نفر فوت کردند. در البرز سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گفت در 24 ساعت گذشته 18 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان استان به 1322 نفر میرسد. در آذربایجان شرقی معاون دانشگاه علوم پزشکی گفت افزایش تعداد فوتی ها از 18 نفر به 26 نفر در شبان روز گذشته از روند افزایشی جان باختگان کرونا خبر می‌دهد. خامنه ای که سه هفته گذشته از صحنه قایب بود امروز در مراسم فارغ و تحصیلی دانشگاه های افسری رژیم که از طریق اینترنت صحبت می کرد. در مورد کرونا صرفاً به چند جمله در مورد وظایف مردم در رعایت ضوابط و وظیفه دولت در مجبور کردن مردم به اجرای ضوابط بسنده کرد و گفت همچنان که از مدت ها قبل به رئیس جمهور و مسئولان محترم گفتم زابط گذاری ها برای مقابله با بیماری باید از جایگاه حاکمیتی و الزام آور باشد. عموم مردم باید در مسائلی همچون نرفتن به سفرها و رعایت شیب نامه ها مراقبت جدی کنند تا از این بیماری خلاص شویم. خانم مریم رجوی گفت در حالی که شمار مبتلایان و جانباختگان هر روز رکورد می شکند، خامنه ای با وقاحت و قصاوت توپ را به زمین مردم انداخت. روند افزایش قربانیان کرونا در ایران به هیچ وجه طبیعی و با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. اگر امکانات حکومتی در خدمت پیشگیری و درمان کرونا قرار می گرفت، ابعاد فاجعه بسا محدودتر بود. خامنه ای و روحانی با سیاست امواج تلفات انسانی میخواهند در مقابل قیام و سرنگونی صد ببندند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 21 مهر 1399